امروز سرم خیلی شلوغه. اون قراردادی بود که بهت میگفتم. بالاخره امروز میبندیمش. جانت کجایی؟ الان دو ماهی که رفته، نه به تلفن جواب میده نه در رو باز میکنه. دعواتون شو؟ دعوای بد که نه، اما بالاخره منم آدمم دیگه، خسته شده بودم از کاراش. دو ماه رفته تو الان به من میگی؟ گفتم شاید برگرده، اما الان دیگه نگرانم. اون خودشو تو مرگ دوستش مقصر میدونه. کاره تو یه چیزی میدونی به من نمیگی. میترسم از دست بره. تو خواهرش هستی، میتونی کمکش کنی. کمکش کن.
شب بخیر. شبتون بخیر. چی شده خانم؟ هیچی سرکار، داشتم تو جاده حرکت میکردم، یه کامیون خلاف جهت اومد به سمتم، نزدیک بود تصادف کنم، نگه داشتم تا هوا روشن بشه بعد به حرکتم ادامه بدم. کی؟ حدود 10 دقیقه پیش. حتما اشتباه میکنید، من نیم ساعت تو این مسیر در حرکت هستم، هیچ وسیله نقلیه که خلاف جهت شما در اتوبان حرکت کنه ندیدم. چطور چنین چیزی ممکنه؟ صدای کشته شدن لاستیکش تو خاکی هنوز تو گوشمه. این جاده بسته است، حدوداً 1 ساعت پیش 2 کیلومتر جلوتر یه تانکر گازوئیل چپ کرده. اگر شما به مسیرتون ادامه میدادید حتما اولین وسیله نقلیه بودید که به محل حادثه میرسیدید و به علت لغزندگی جاده حتما براتون اتفاق بدی میافتاد. شما چطوری وارد این جاده شدین؟ بر تقدیر، شما شانس آوردید خانم. شانس؟ جلوتر یه مسیر انحرافی هست، همکارا شما رو راهنمایی میکنن. ممنونم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. جانت، جانت، کارن هستم. الو جانت، یه بسته برات رسیده، خودم برات میارم. جانت عزیزم سلام. حتما با دیدن اون دفترچه خاطرات مشترک و تکه روبان سبز فهمیدی که من کی هستم. خیلی وقتی که خبری ازت ندارم. البته طبیعیه، بعد از اون اتفاقی که افتاد انتظار دیگه ای هم نداشتم. اما اینو مطمئنم که اگه هنوز ازت کمک بخوام تقاضامو رد نمی کنی. روبان سبزو برات فرستادم که قرارمونو بهت یادآوری کنم. جانت، من و رضا به کمک تو احتیاج داریم. خودتو به ما برسون. نگار thank you.
خسته نباشین. زنده باشین. ببخشین آقا، من رو هم گم کردم. داری درست میری؟ این اطراف پمپ بنزین هست؟ جلوتره، بری میبینیش. ممنونم. بفرمایین چایی. خیلی ممنون. پس یه لحظه اینو از ما داشته باشه. ممنونم، خدا نگهدار. خیر پیش. کسی اینجا نیست؟ کسی اینجا نیست؟ چند ماه بعد از اینکه تو از محلمون رفتی من و رضا با هم نامزد کردیم. اصلا فکر نمیکردم پدرش با ازدواجتون موافقت کنه. بعد این همه سال هنوزم مخالفه. باورت نمیشه تا چند وقت پیش همه پرونده پزشکی رضا رو از من مخفی میکرد. عجب آدمیه. قصه های من و باباش مفصله، بعدم برات میگم. ماجرا چیه نگار؟ ما با هم نامزد بودیم که رضا رفت جبهه. وقتی برگشت یهو همه چی عوض شد. اون خودش رو از من قایم میکرد تا اینکه بعد از چند وقت از بیمارستان برام پیغام فرستاد که از ازدواج با من منصرف شده. منم خیلی تلاش کردم تا رازش رو بفهمم. میدونی
اون تو جبهه شیمیایی شده بود. نمیخواست با ازدواجمون منو شریک رنجش کنه. میتونم حدس بزنم که بعدش چی کار کردی. نمیتونم فراموشش کنم. اون همه ی زندگی منه. الان کجاست؟ بیمارستان. یه بخش زیادی از ریه‌هاش و حنجره‌اش از کار افتادن. راست میگی. دیگه نمیتونه صحبت کنه. خدای من. دکترها چی میگن؟ قطع امید کردن. تو چی؟ تو که قطع امید نکردی؟ دکترها منتظر برگشتن پدرش از سفر هستن. قراره اون رضا رو با خودش ببره. اگه این کارو بکنه اون حتما میمیره. مطمئنم برای تشییع جنازه منو خبر نکردیم. برام یه یادداشت نوشته بود. قرار بود بریم سفر. هر شب میاد به خوابم قرارمونو یادآوری میکنه. هر سال این روزا با همین مسیر رو میرفتیم. اسمشو گذاشته بودیم مسیر سبز. دلم میخواد توی این لحظات آخر یه بار دیگه این مسیر رو با هم بریم. خیلی دوستش دارم. اون باید زنده بمونه. میفهمی؟ تو باید کمکم کنی. دیر کردی ولی میدونستم میای. به خاطر رضا شاید. به خاطر خودم. از من میخوایی چی کار کنم؟ چند شبه که خوابت رو میدونم. چه خوابی برام دیدی؟ میخوام کمکم کنی تا رضا رو از بیمارستان بدوزدم. عقل تو از دست دادی؟ تو این سفر با ما باش. تو پزشکی. تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم. دیوانه. با این کار فقط مرگش رو جلو میندازی. تا 7 روز دیگه باید رضا رو برسونم مشهد. تو میتونی کمکم کنی. تو خاطراتت برات مهمتره یا جون رضا؟ میدونی دزدیدن مریض از بیمارستان یعنی چی؟ اگه بلای سرش بیاد ما مسئول مرگشیم نگار. اشتباه میکنی. نگاه کن جانت، این پرونده پزشکی نشون میده این مریض چند سال پیش عمل میشده بین 20-50% شانس بهبودی داشته، اما نذاشتن عمل شه. این قتل نفسه. از کی داری حرف میزنی؟ پدرش. به خاطر جایگاهش. جایگاه خودش یا رضا؟ نمیدونم. الان چی کار است؟ یه آدم گنده. به هر حال این کار اصلا امکان پذیر نیست نگار. به همه اون دلایلی که خودت بهتر از من میدونی. خیلی دوست داشتم کمکت کنم اما من برمیگردم اصفهان. تو میای.
حال رضا اصلا خوب نیست. اون زمان زیادی نداره. تو چرا نمیخوای من از این فرصت استفاده کنم؟ اصلا از کارات سر در نمیارم. چرا مشهد؟ اونجا کی قراره عملش کنه؟ دیگه از این حرفا گذشته. من منتظر یه معجزه. معجزه؟ دنبال چی هستی؟ من نمیخوام تسلیم شم. تسلیم چی؟ تقدیر. من دیگه اون آدمی که فکر میکنی نیستم. نگار خدا نگهدار. من میرم. تو بی خود به خواب من نیومدی. تو انتخاب شدی جانت. چقدر به دکتر آزمون اطمینان داری؟ اگه یه حرکت اشتباه بکنم وقت همه چیز به هم میرزه. این تنها شانس ماست. پدر رضا برای مأموریت رفته خارج از کشور. الان بهترین زمان ممکن است برای بردن رضا از بیمارستان. ما باید کار کنیم که همه چیز طبیعی به نظر بیاد. زمان زیادی نداریم. نباید این فرصت رو از دست بدیم. من با رضایت‌نامه پدرش به بیمارستان میرم تا رضا رو تحویل بگیرم. واقعا؟ ولی تو که گفتی پدرش رضایت نداره. واقعی نیست. خب اگه بو ببرن که همه چی خراب میشه. ما باید سعی کنیم یه کسی رو تو بیمارستان پیدا کنیم. اون با من. فکر کنم بتونه یکی از همدارییان بهمون کمک کنه. به خاطر سفارشات پدر رضا رئیس بیمارستان روش خیلی حساسه. رئیس بیمارستان از اختلافاتتون با خبره؟ آره متاسفانه. مشکل اصلی هم همینجاست. باید اعتمادش رو جلب کنی. انتظار نداشتم تو موقعیتی که آقای احمدی خارج از کشور هستن این مسئولیت به من سپرده شه. عجیبه که آقای احمدی در این مورد با من تماسی نگرفتن. اگه ممکنه دستور بدید مراحل ترخیص رضا سریع‌تر انجام بشه. مادرم میگفت با 7 بار خوندنش خداوند تو رو تو حصاری قرار میده. سلام نگار. نه نه شما نگران نباشین. هیچ مشکلی نیست. چشم. حتما خدا نگهدار. آقای احمدی بودن. ازتون خیلی تشکر کردم.
ولی من فکر میکردم آقای احمدی اصرار دارن پسرشون تو بیمارستان تحت مراقبت باشه. ایشون شرایط نگهداریشو تو منزل طوری فراهم کردن که هیچ فرقی با بیمارستان نداره. برای خارج کردن رضا از بیمارستان باید تصفیه حساب کنیم. نمیخوای بذاری به حساب آقای احمدی که؟ نمیشه همچین ریسکی کرد. باید خودم تصفیه کنم. وگرنه ممکنه غیر عادی به نظر بیاد. البته رضا بیمه است. بیمه 80% از اینا رو میده. بقیه‌اش از کجا میخوای تهیه کنی؟ ماشین فروختم. اجازه بدید همراهیتون کنم. این کارمندای حسابداری انقدر چشمشون به اعداد و ارقامه که تا بهشون گفته نشه نمیدونن با کی چطور باید رفتار کنن. البته از جانب ما هیچ عجله‌ای برای تسویه حساب نیست. شما لطف دارین. خواهش میکنم. بفرمایید. خانم محمدی اطلاعات. نه خیر آقای رئیس اینجا نیومدن. حتما میگم که خیلی مهم بود. آقای رئیس همین الان تلفن خونه زنگ زدن، تلفن خیلی مهمی داشتین. من گفتم شما اینجا نیستین. بگید واسه کنم حساب بده. بفرمایید. مطمئنم چون چند تا تلفن به اتاقشون وصل کردم. نگهبانی هم که میگن از بیمارستان بیرون نرفتم. حتما آقای احمدی، همه سعیم رو میکنم تا براتون پیداشون کنم. شما چطور اما چنین انتظاری دارید؟ پرسنل بیمارستان ما یک ماه تمام در خدمت شما بودن. از شما توقع دارین چه که برگشتی بینو قاب کنیم بزنیم به دیوار واسه نگاش کنی؟ سلام. ولی نه عزیز من، ما نمیتونیم همچه کاری بکنیم. ولی سفارش لازم انجام شد. البته شما که نیازی به سفارش نداشتید. نمیتونم. کاش میتونستیم ما معجزه کنیم. ولی خدا نگهدار. خدا معجزه. نخه آقای دکتر اینجا نیستن. اجازه بدیم واسه کنم بخش رادیولوژی. آقای دکتر تلفن خیلی مهمی داشتیم. من گفتم واسه من حساب داری؟ بگید واسه کنم همینجا. فکر کنم خارج از کشور بود. الو آقای دکتر اینجا هستن. لطفا واسه کنین همینجا. جناب احمدی. سلام دکتر آزمون، شما هستی؟ نه نگران اون موضوع نباشید.
تو اینجایی؟ کسی تو ندید؟ موقعی که به کمکت احتیاج دارم دقیقا همون جایی هستی که باید باشی. من میرم نامه ترخیصشو بگیرم. دکتر از اون میاد بالا. با کمک هم ببریدش تو پارک. نگران نباش، اون بهت میگه چیکار. دیگه همه چی تموم شد. آقای احمدی، دستخط خودتون بود. من شک نکردم. شما هیچ نگران نباشید. هنوز نباید از بیمارستان بیرون رفته باشن آقای احمدی. چشم انتظامات. باد هر کجا که میخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. زندگی چیزی نیست جز از پیگاهات دویدن. یادت جانت این مزمور داوود همیشه میخوندی؟ آره، اما الان مدت هاست که دیگه نمیخونم. تو این سالا با خودت چی کار کردی دختر؟ امیدوارم اتفاقی برش نیفته. نگران نباش. قهوه ندارم اما یه چای داغ میتونم بهت بدم. آدم نمیاد. یه چای بریز. این زخم رو صورتت نبود نگار قبلا. بعد از ازدواج رضا رو وادار کردم منو ببره دقیقا همون جایی که زخمی شده. اینم یادگار همون سفره. یعنی تو با رضا رفتی جبهه؟ تقریبا. یه چیزی تو هم بایی با عجب دنیایی داریم شما. وقتی رضا تو بیمارستان بستری شد بیشتر شناختمش. باور نمی کنی جانت چه کسایی می اومدن سراغش. همرزماش آدم هایی می اومدن می گفتن تو تمام این سالا رضا بهشون کمک می کرده، رسیدگی می کرده. نمی دونی چه احساس خوبی داشتم وقتی اونا رو می دیدم. مگه انتظار دیگه ای هم داشتی؟ جانت اون باید خوب شه. نمیدونه.
رضا صبر کن ماسکش افتاده. ای وای بده من. نبضش خیلی کنده. انتظار دیگه ای داشتی؟ رضا جان صبر کن تنفسشو کنترل کن. نگهش دار. رضا جان نگهش دار. صدا میشنوی؟ چیکار باید کرد؟ با این امکانات هیچ کاری. آروم بخوابونش. چه بلای سرم اومد. هیچ کاری از دست من بر نمیاد. فقط باید منتظر بمونیم. کارمون اشتباه بود نگار خانم. رضا جان رضا صدا ما میشنوی؟ یادته هر بار که این مسیر رو با هم میومدیم درست همینجا وایمیستادیم. صدامو میشنوی رضا؟ میدونم صدامو میشنوی. صدای دریا، صدای موجا. چشاتو وا کن، چشاتو وا کن عزیزم. اون خواب باید تعبیر شه. ما هیچ راه برگشتی نداریم. نذار همه چی خراب شه. تو نباید تنهام بذاری. فقط خودت میتونی کمکم کنی. چرا از من خواستی باهات بیام؟ از اومدنت پشیمونی؟ بدون کمک منم با هر کسی دیگه میتونستی رضا رو تا اینجا بیاری. وقتش که رسید اون خواب رو برای تعریف میکنم. خواب رو؟ حالش چطوره؟ هیچ فرقی نکرده. بریم؟ میام. Thank you.
تو این مدت بارها ازم پرسیدی چرا از تو خواستم بیای، در صورت که خیلی از کسای دیگه میتونستن جای تو باشن. خواستم بیای چون تو خواب و بیداری مدام یکی تو رو یادم میداخت. من تو رو انتخاب نکردم، تو خودت اومدی. منم اون پرتو نور رو میبینم، اون برهو تو خواب منم هست. میخوای آخرشو بهت بگم؟ و هر طرف که میری به هیچ جا نمیرسی، میفتی زمین و نور همه صورتتو پر میکنه. این سفر به تام کمک میکنه تا به همه تردیدت غلبه کنه. از کجا معلوم یه عده درگیر یه رویایی وارد هستن؟ اگه قرار بود معجزه اتفاق بیفته حتما تا الان اتفاق میفته. دیگه کی؟ چیزی که معجزه بهش احتیاج داره زمان نیست، ایمانه. الو، سلام دکتر، خسته نباشید. من شرمنده هستم به خدا، وظیفه من بود ازتون تشکر کنم. بله چی؟ از کجا فهمیدم؟ نگهبان ماشین شانه تو از کجا میشناخته؟ برگردی؟ شما که چیزی نگفتین دکتر؟ بله ممنون که خبر دادید، خدافظ. چی شد؟ نگهبان بیمارستان ما رو تو پارکینگ دیده، به رئیس بیمارستان گفته، اونم به خانواده رضا خبر داد. خب هیچی، شماره ماشین تو پارکینگ ثبت شده بود، ظاهرا پلیس دنبالمونه. مطمئنی؟ اونجور که دکتر آزمون مدعیه قراره تو اولین پلیس را دستگیر شه. از کجا میدونن تو کدوم جاده؟ آخه خودش همه چی گفته. فکر نمیکردم من قضیه مقر بیاد. خیلی خوب، پس برمیگردیم، رضا شرایط خوبی نداره. راه رفته رو بر نمیگرد. بریم. بعد آوردیم پلیس پیدامون کرد. بهتره بریم توی یکی از این دهات ها تا آبا از آسیا بیفتیم. دنبال همین کاروان عروس بریم. Thank you.
اینقدر درگیر ماجراهای خودم و رضا بودم که اصلا یادم رفت ازت بپرسم چطور شد با کارن ازدواج کردی؟ عاشقش شدی؟ الان نمیتونم بهت جواب بدم. چرا؟ خیلی خصوصیه؟ نه اینقدر خصوصی که نتونم بهت بگم. پس چی؟ با آخر خط رسیدیم. پلیس جلو ماشینا رو گرفته گیر افتادی. سلام، خسته نباشید. خسته نباشید. شما باید از فامیلای داماد باشید. فامیلای داماد؟ آخه کسی جرئت نمیکنه روبانای ماشین فامیل عروس رو بکنه. بازم خوب اینو گذاشتن. بله. خب این از طرف فامیل عروس تقدیم به شما. متشکرم. خوشبخت باشید. ممنون. جانم مامی جان سلام. چی شده؟ خب یه لحظه نگه دارم نگار. خب که این اتفاق افتاد؟ خب گفتم پلیس هن اسم کسی رو نیاوردن؟ نه مامی جان میگم نگفتن از طرف کی اومدن؟ نه من نگران نباش مامی، نگران نباش. گفتم که مامی جان من حالم خوبه، فقط صبر صبر. الو مامی، من خودم به شما زنگ میزنم، شما به من زنگ نزنید. باشه، خدا نگهدار. آخرش نگفتی به دشواره چی کار است؟ مشکلی برات به وجود آورده؟ مشکل؟ ریختن تو خونم. بالاخره کار خودشو کرد. میدونستم اگه شما رو ماشین رو پیدا کنم میرن سراغ صاحبش. ببینم مامان تو که اذیت نکردن؟ بیچاره داشت از ترس سکته میکرد، نگران من شده بود. بریم. نباید از جاده اصلی بریم. اینجا رو میشناسی؟ مثل کف دست. البته اینو همیشه رضا میگه. خیلی خوب، پس بپیش توی فرعی. چند کیلومتر جلوتر یه جاده فرعیه. نگران نباش. Thank you.
به نظرت چطوره؟ نگران نباش، بهتره. بیا. چطوری آقا رضا؟ جانت! جانت! بیا رضا، حالش بد شده. بودو کی متوجه شدی؟ همین حالا. قبلا هم چندش میشد اما نه اینجوری. رضا، رضا جان، رضا صدای رو میشنوی؟ رضا نبضش خیلی تنده. رضا صدای من رو میشنوی؟ با تو هم رضا. رضا 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 جان صدای من رو میشنوی؟ رضا چشتو بکن. نفسش خیلی تنده، یه کاری براش بکن. تنها کاری که از من برمیاد تزریق یارم بخشه که دارم میزن. تو یه پزشکی، تو میتونی کمکش کنی؟ آره یه پزشکم. یه بیمار رو از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دزدیدی آوردی اینجا، چه انتظاری از من داری؟ نگار خانم، اگه اون بمیره هر دوی ما قاتلیم. ما قاتلیم؟ یعنی که نذاشن جراحی بشه؟ تو بد مخمسه گیر کردی. از یه طرف پلیس، از یه طرف خانواده‌اش، از همه مهمتر عذاب وجدان. کدام عذاب وجدان؟ عذاب وجدان وقتی داشتم که رضا داشت اون بیمارستان لعنتی میپوسید. اگه میخواستی بکشتیش چرا با این منو وسط کشیدی؟ تو که دیدی جانتون بهتر شده بود. رضا خودش از من خواست که بیارمش تو این مسیر. چرا نمیفهمی؟ بیهوش شدن اون تو این حالت یعنی مرگ. میفهمی؟ قرار ما این نبود. اون باید برگرده. تو باید هر کاری از دستت برمیاد براش انجام بدی. اون باید زنده بمونه، میفهمی؟ هیچ بایدی نداری. هیچ قراری هم بهم نذاشتی. گفتی مسیر سبز، این مسیر سبز. گفتی معجزه. چی شد؟ کی قرار بود معجزه کنه؟ از من انتظار معجزه داری؟ از تو نه.
معجزه هم زمان میخواد. زمانش دیگه گذشته. اون نباید اینجا بمیره. رضا خوب میشه. یعنی باید خوب بشه. چی داری میگی نگار؟ دست از خیال بافی بردار. اون جانتی که من میشناختم کجاست؟ تو خیلی عوض شدی. آره من عوض شدم. تو هم عوض شدی. دنیا هم عوض شده. با واقعیت کنار بیا نگار. واقعیت اینه که من و تو الان تو اون مسیری هستیم که باید باشیم. همین. خیلی خوب. پس خوب نگاه کن. واقعیت یعنی این. واقعیت تلخ زندگی یعنی این رضایی که اینجا داره جون میکنه. ما باختیم نگار خانم. ما باختیم. من عادت ندارم بازنده باشم. رضا، رضا جان، عزیزم، صدای منو بشنوی. چشتو وا کن. ما نباید اینجا بمونیم. ما باید با همین مسیر رو تموم کنیم. رضا، رضا. Thank you.
سلام. سلام. کجا رفتی؟ دنبال کسی میگردی؟ شما کسی رو اینجا ندیدین؟ نه. اینقدر آروم گفتی فکر کردم داری دنبال خودت میگردی. اینجا کجاست؟ یه امامزاده است. اصلا شبیه امامزاده هایی که تا حالا دیدم نیست. خیلی قدیمیه ولی محکم و پابرجا. شما اینجا چی کار میکنی؟ مرمت. نمیخوای زیارت کنی؟ من مسلمون نیستم. فرقی نمیکنه. خونه خدا همیشه گرمه. تو هم خودتو گم کردی؟ منم یه دوره مثل تو بودم. خیلی دنبالش گشتم. خیلی جا سر زدم. رسیدم اینجا. اومدم اینجا رو مرمت کنم. یه مدت که گذشت دیدم این داره منو مرمت میکنه. کار چیه؟ مرمت ضربان آدم ها رو. بدون امید چجوری این کار میکنی؟ شما از کجا میدونی؟ اشتباه میکنه؟ چی کار باید بکنم؟ صداش کن. اون دوست داره بنده های صداش کنه. جوابمو نمیده. برگرد مسیر پشت سرت رو نگاه کن. خیلی سخت بود نه؟ فکر میکنی اگه اون نبود به اینجا میرسیدی؟ کی؟ همونی که باید صداش کنی. همونی که روی برف رد پا وسط گذاشت تا پات فرو نرن. همونی که این راه طی شده مسیر رو برات ساخته که قدماتو محکمتر برداری. این یه قدمگاه. اینجا همونجاست. این همه راه، این همه در. باورش کن. تا آخرش باید بری. آخرش کجاست؟ آخرش؟ چشم دلتو بروش باز کن. هیچ وقت دنبال آخرش نمی کرد.
کاره. الو جانت؟ کجایی تو؟ سرعتت خیلی بالاست جانت، مراقب باش. وقت زیادی نداریم، باید عجله کنیم. اگه بگیرنمون همه چی خراب میشه. به کاری که میکنی ایمان داشته باش. ماشین چرا قد میلرزه؟ پنچر شده. نمیخوای نگهداری لاستیکو عوض کنی؟ نگران نباش، عوضش میکنم.
همه این سالها به دنبال راهی برای رسیدن به خدا بودم، اما خداوند هرگز منو نپذیرفت. تنها، غمگینم، سرگردونم. نه، این سرگردانی نیست. این خاصیت هر جان آزاد و روح آزاد است که مثل باد می‌وزد و به همه جا سر می‌کشه. خداوند همیشه خودشو از من مخفی میکنه. تو دنبال چی هستی؟ میتونم درخواست کنم مرده‌ای به دیار زنده‌ها برگرده. همه چیز به ایمان تو بستگی داره. ایمان من؟ همیشه فکر میکردم خداوند باید خودشو به واسطه یک معجزه بزرگ بهم نشون بده. نشون بده که منو میبینه. دوستم داره. اجابتم میکنه. اگر توی راهی که میومدم گم شدم و کسی راهو بهم نشون داد. اگر توی بیابون برهوت پمپ بنزین برام ظاهر شد. اگه توی بیمارستان همون جایی بودم که باید میبودم. فکر میکردم همه اینا اتفاقات ساده‌ای که برای هر آدمی ممکنه پیش بیاد. اما حالا که به پشت سرم نگاه میکنم، احساس میکنم یه نیروی منو توی این مسیر سبز داره به سمت خودش هدایت میکنه. دیدن اون مرد توی اون بقعه و حالا شما. ایمانت رو بیازما. خداوند رو همه جا میتونی پیدا کنی. خداوند در درون توست. آفتاب بر همه یکسان میتابه و تو توفیق پیدا کردی که نورش رو احساس کنی. سلام. ماشینتون داد میزنه که از جای خیلی دوری اومدید. خواب خوشی رفته بودید. نخواستم بیدارتون کنم. داخل کلبه براتون چای ریختم. سرد نشه. ممنون. باید برم. کجا برید خانم؟ پنچره چرخیدونم باید گرفته بشه. کار خودمه. خیلی مونده برسن؟ اینجا به همه جا نزدیکه. گفتن امروز یه خانوم از راه دوری میاد اینجا. کی اینو گفته؟ طوری شده؟ دنبال کسی میگردید؟ نه، میخوام مطمئن بشم که بیدارم. شما هم اونه ای هستید که منتظرشونم. Thank you.
Thank you.